حتی امروز تجلیل از میلاد گرفته می شود در یک جای همه جمع می شود از سیرت پیامبر صحبت می شود و خدا جای بسیار درد است. این حقیقت هست که باید گفت. از سیرت نبی بیان می شود، همون دانشمند و همون واعظ و همون دعوتگری که اونجا از سیرت پیامبر صحبت می کند با دنیای از کینه در اونجا بلند می شود و این عالم را رد کن، اون عالم را رد کن، اون را تفسیق بکن، اون را تلعین بکن، خودش بیان سیرت رسول می کند. ولی رنگ بوی از سیرت پیامبر در وجود دعوتگر نیست. تمام زندگی دعوتگر را بررسی بکنی، اخلاق این دعوتگر با اخلاق نبی فاصله ها دارد. عزیز من، رسول معظم اسلام امت شعاری نمیخواهد. امت پیامبر صلی الله علیه و سلم امت عملی باید باشد، به عمل نشان باید بدهید. دعوتگری که دعوت میکند سینه اش باید گشاده باشد، کینه نباید داشته باشد، حسادت نباید داشته باشد، چشم و همچشمی با دیگر علما نباید داشته باشد، به تقسیم الله باید راضی باشد. ولی متاسفانه که نیست. گرچه در تمام سال هر روز ما روز تجلیل از میلاد است برای اونهایی که متبع سنت هستند، و هر هفته‌ای که ما اینجا محفل داریم جماعت بزرگ اینجا جمع میشوند، تجلیل از میلاد میشه. هر وقتی که سیرت نبی بیان شود، هر وقتی که سنت رسول صلی الله علیه و سلم احیا بشود، همان روز رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از امت راضی میشود. اگر ما انتظار بکشیم که یک روز بیاید ما تجلیل بگیریم، چند تا درود بخوانیم، این مجلس برگزار بشود، چند ساعت از سیرت بحث بشود، بلکه این روز تمام شد، دیگر تا آخر سال رنگ و بوی از سنت پیامبر در زندگی ما نباشد، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، این حق پیامبر نیست. و از این عمل ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم قطعا راضی نمی شود. خواستم که امروز مقدار از سیرت سرور کائنات محبوب دلها رحمت للعالمین محمد عربی صلی الله علیه و سلم را خدمت شما عرض کنم. در همین آغاز میگویم دعا کنین که الله به ما عملش نصیب بگردانه. دوستان من، اگر لحظه بیاندیشید، لحظه تمرکز بکنید، خیلی نعمت هایی است که خدای عز و جل برای بندگان خود در این دنیا داده است. از نعمت اکسیژن، از نعمت زندگی، از نعمت ایمان، اینها به همگان معلوم است. اگر ما تلاش بکنیم که این نعمتها را بشماریم، به تعبیر خود حضرت حق سبحانه و تعالی، و این تعدو نعمت الله لا تخصوها، قادر به شماردن نعمتها نمیشی. اما یک نعمت ویژه‌ای که رب العزت و الجلال برای این امت عطا کرده است، هیچ نعمت را در زندگی حتی از وقت خلقت حضرت آدم و از روز پیدایش این جهان، و حتی ادعا بکنم نعمتهایی که الله رب العزت و الجلال در بهشت برای بندگان خودش خلق کرده، هیچ نعمت را مقایسه کرده نمیتوانیم با نعمت قدوم به حضور رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، که الله رب العزت و الجلال امت آخر الزمان رو به این نعمت مفتخر گردانده است. پس عزیزان من، وقتی این نعمت این اندازه بزرگ هست که هیچ نعمت، هر نعمتی که در تصورتو می آید
هر نعمتی که در مخیله ذهن تو می گنجد اگر این را مقایسه بکنی با نعمت رسول صلی الله علیه و سلم به نظر نمی آید. چرا؟ به تعبیر حضرت حق سبحانه و تعالی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. لام برای تأکید، قد برای تأکید، صیغه ها همه برای تأکید است. الله من کرده و فضل کرده و احسان کرده به این امت، به این امت آخر الزمان که از میان خودشان پیامبر به نام محمد صلی الله علیه و سلم به سویشان فرستاده است و از نفس خودشان هست. دوستان من، آیا فقط خلاصه می شود حق پیامبر به برگزاری یک مجلس به نام مجلس میلاد؟ آیا خلاصه می شود تمام حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم به چند تا درود فرستادن؟ آیا خلاصه می شود به یک خیرات کردن در دوازدهم ربیع الاول؟ آیا خلاصه می شود تمام حق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به گرفتن یک مجلس و یک حلقه ذکر؟ اینها هر کدام در جای خودشان فضیلت هست، در جای خودشان اجر دارد، اما حق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم خلاصه نمی شود به اینها. فقط از منبر شنیدیم که محمد آمد، 23 سال رسالت داشت، بعد از این دنیا رفت، یا از مجله یا از رسانه یا از صفحات، به این خلاصه نمی شود. این پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم را باید شناخت. جورج زیدان کتاب نوشته کرده محمد پیامبری که از نو باید شناخت. خودش عیسوی هست، کتاب می نویسد محمد پیامبری که از نو باید شناخت. بیایید که به این چهره خوب آشنا بشویم، این شخصیت را خوب بشناسیم که این محمد کی بود صلی الله علیه و سلم که هر جا اسم از این برده می شود. هیچ روز در این دنیا نمی گذرد مگر اینکه میلیون‌ها بار گفته می شود اللهم صل علی محمد. این شخصیت کیست؟ من فقط می خواهم مقدار از اخلاق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را خدمت شما عرض کنم و بعد به اخلاق خود بیاندیشیم و اخلاق خود را ببینیم و زندگی خود را بررسی بکنیم، فرزندان خود را ارزیابی بکنیم، ببینیم که چقدر رنگ و بوی از سنت به زندگی ما هست. حتی امروز تجلیل از میلاد گرفته می شود در یک جای، همه جمع می شود، از سیرت پیامبر صحبت می شود، با خدا جای بسیار درد است. این حقیقت هست که باید گفت. از سیرت نبی بیان می شود، همون دانشمند و همون واعظ و همون دعوتگری که اونجا از سیرت پیامبر صحبت می کند با دنیای از کینه در اونجا بلند می شود و این عالم را رد کن، اون عالم را رد کن، اون را تفسیق بکن، اون را تلعین بکن، خودش بیان سیرت رسول می کند. ولی رنگ و بوی از سیرت پیامبر در وجود دعوتگر نیست. تمام زندگی دعوتگر را بررسی بکنی، اخلاق این دعوتگر با اخلاق نبی فاصله ها دارد. عزیز من، رسول معظم اسلام امت شعاری نمیخواهد. امت پیامبر صلی الله علیه و سلم امت عملی باید باشد، به عمل نشان باید بدهید. دعوتگری که دعوت میکند سینه اش باید گشاده باشد، کینه نباید داشته باشد، حسادت نباید داشته باشد، چشم و همچشمی با دیگر علما نباید داشته باشد، به تقسیم الله باید راضی باشد. ولی متاسفانه که نیست. غیبت که جالهایش به پیش ما هست، تهمت که جالهایش به پیش ما هست، سخنچینی ها که مجلس ما رنگه هست به این سخنچینی ها،
به آواز بلند میشنم، آیا همین را اتباع میگویم؟ رسول صلی الله علیه و سلم میگفت غیبت حرام است، سخنچینی حرام است، کینه حرام است، حسادت حرام است، تنافس و رقابت های ناسالم حرام است، ولی متاسفانه به این گوش ندادیم. فقط خوشحال هستیم که ما تجلیل از میلاد میگیریم. نه عزیز من، من امروز یک مش نمونه خروار مطلب و مقصد و هدف تجلیل میلاد را خدمت شما عرض بکنم. منظور از برگزاری میلاد اتباع سنت هست. در جایی که جشن میلاد گرفته می شود اونجا پیام دارد این مجالس و حفلات و جلسات که زیر نام تجلیل میلاد برگزار می شود، پیامش این است که ای امت، اتباع سنت رسول صلی الله علیه و سلم فقط و فقط راه نجات است. ما پندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی، ترسم که به کعبه نرسی اعرابی، که این راه که تو می روی به کجا هست؟ به ترکستان. اگر عالم به سنت عمل نکرد، صوفی به سنت عمل نکرد، تبلیغی به سنت عمل نکرد، شیخ الحدیث به سنت عمل نکرد، مفتی به سنت عمل نکرد، حافظ قرآن به سنت عمل نکرد، حاجی به سنت عمل نکرد، جوان مسلمان به سنت عمل نکرد، اینها همه و همه ناکام هستند. منظور از تجلیل میلاد عمل به سنت محبوب دلها رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هست. سید الطائفه، پیر طریقت، پیر اولیا جنید بغدادی میفرماید اطرق کلها مسدوده، راها همه بندن، راها همه بندن، الا على من اقتفى اثر رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقط یک راه هست که تو را به سر منزل مقصد میرساند، یک راه هست که تو را به محبت الله میرساند، اون پیروی و اتباع از سنت محبوب دلها رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. بیاییم که برویم اخلاق نبی را بررسی بکنیم. فدای تو شوم ای رسول الله، فدای تو شوم ای معلم بشریت. امروز فقط و فقط نام تو به زبانها باقی مانده، ما عمل نداریم. روز قیامت باید بسیار معذرت خواهی بکنیم. وقتی ما به صورت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، من عالم روبرو بشوم، به کدام چشم به صورت پیامبر نگاه کنم؟ به کدام عملم به اون کینه هایی که در دل من بود، اون حسادت ها، با اون شکستن هایی که سنت پیامبر رو در زندگی شکستاندیم،